همراه میشیم با ناصر باباخانی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای باباخانی، ارزیابی و تحلیل شما از اعتصابات اخیر کردستان که مسبوق به سابقه هم بوده چه است؟ همونطوری که فرمودید این اعتصابات مسبوق به سابقه بوده، یعنی اگر همون اوان انقلاب برگردیم بیدادگاه های جمهوری اسلامی شروع کردن به اعدام مردم در کردستان و شاید یکی از نمونه های بارزش اعدام 59 جوان و نوجوان مهابادی بود که متعاقب اون مردم این اعتصابات رو آغاز کرده. و نکته جالب توجه این که در اون زمان فرماندار شهر مهاباد همین آقای جلایی پور اصلاح طلب بود که مردم رو الان تشویق به شرکت در انتخابات میکنه. بعدها این اعتصابات یک شکل سیستماتیک و هدفمندتری به خودش میگیره، مخصوصا بعد از ترور دکتر قاسم لو، دبیر کل فقید حزب دموکرات کردستان ایران. و اساسا این جور اعتصابات به شکلی از ابراز انزجار نسبت به جمهوری اسلامی تبدیل میشه و این روند ادامه پیدا میکنه. شاید فرصت نباشه به تک تک موارد بپردازیم، منتها میشه گفتش که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی این اعتصابات شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. به گمان من یکی از دستاوردهای این اعتصاب اخیر تغییر گفتمان ادبیات جمهوری اسلامی در مورد قتل این زندانیان سیاسی بود که از اعدام در فضای به اصطلاح مجازی و در فضای رسانه‌ای به قتل حکومتی تعبیر شد. این بسیار حائز اهمیت است. و همینطور حضور کم سابقه مردم علارغم ارعاب و تهدید و ترسی که در فضا ایجاد شده بود و محل برگزاری این مجالس عزاداری توسط نیروهای امنیتی تحت کنترل بود، منتها بدون ترس و واهمه از اونها مردم شرکت کردند و همراهی خانواده‌های داغدار به اصطلاح انقلاب ژینا با اعدام شدگان هم بسیار قابل توجه بود. من گمان می‌کنم که توزیع جغرافیایی نسبتاً قابل ملاحظه ای که از شمال کردستان تا جنوب رو در بر می‌گرفت، یعنی از شهرهای بوکان و مهاباد تا دهگلان و کامیاران، بسیار حائز اهمیته. بنابراین این گونه حرکات من گمان می‌کنم به خاطر همین هست که کردستان رو به عنوان پیشرو انقلاب به اصطلاح معرفی می‌کنه، یعنی یک حرکت به جلو. خب آقای باباخانی، به نظر شما چرا این اعتصابات به دیگر نقاط کشور تسری پیدا نمی‌کنه؟ چه راهکاری برای سراسر کردن اون وجود داره به نظر شما؟ علاوه بر مطالبات مشترک و خواستهای عمومی که در بین تمامی آحاد مردم ایران وجود داره، هممون میدونیم که در کردستان یک ستم مضاعفی بر کردستان اعمال شده و من گمان میکنم این ستم مضاعف عامل اصلی همدردی بین کردها است، یعنی این چسبی هست که کردها رو به همدیگه وصل میکنه. هرچند زمینه‌های تاریخی این مسئله، مخصوصا وجود احزاب ریشه داری که به مثابه تشکیلات و ارگانیزیشن عمل میکنن و یا وجود گفتمان نظری و سویه های تئوریک یک جنبشی که در کردستان وجود داره که به اعتقاد من این بسیار مهمه، چون همونطوری که عرض کردم خدمتون، علاوه بر مطالبات حقوق شهروندی و حقوق بشری، یک سری مطالبات ملی و اتنیکی وجود داره که دقیقاً در راستای دفاع از خود در برابر نابود کردن هویت این مردم هست. بنابراین من گمان میکنم که این مسائل باعث شده که در کردستان و به نوعی در سایر نقاطی که مسائل اتنیکی دارن این مسئله غلظت بیشتری داشته باشه. اما در خصوص راهکار من گمان میکنم به طور خیلی خلاصه اگر بخوام اشاره بکنم، علارغم تمامی تفاوت‌ها و اختلافاتی که در بین جریانات سیاسی در بین مردم وجود داره، شاید بازگشت به شعار انقلاب زن زندگی آزادی که در پشت اون فلسفه ای از آزادی و برابری و دموکراسی و احترام به دیگری در قالب پلورالیسم و تکثرگرایی میتونه یک گفتمان قدرتمند ایجاد بکنه. تصور بکنید اگر در فردای روزی چنین گفتمانی ایجاد بشه و چنین گفتمانی تمام مردم ایران رو به اعتصاب دعوت میکرد، چه اتفاقی در ایران به اصطلاح رخ میداد؟ من گمان میکنم اگر به این سمت حرکت بکنیم و با حس سویه های فاشیستی که خوشبختانه در حال به اصطلاح کمرنگ شدن هستند و مشترکات زیادی که در بین این جریانات سیاسی وجود داره، گمان میکنم ما بهتر و زودتر به نتیجه برسیم. بسیار متشکرم از شما ناصر باباخانی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه بودید.